نمایندگان پارلمان اوکراین در نشست روز پنجشنبه خود اعضای دولت جدید این کشور را تعیین و آرسنی یاتسیناک را به عنوان نخست وزیر معرفی کردند. از میان 417 نماینده حاضر در پارلمان، 371 نماینده به یاتسیناک از رهبران مخالفان ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری سابق و فراری رأی مثبت دادند، رقمی که بی سابقه محسوب می شود. ویکتور یانوکوویچ، دیکتاتور برکنار شده اوکراین، در یک نشست خبری در روسیه مدعی شد که خود را همچنان رئیس جمهور اوکراین می داند و دولت جدید اوکراین مشروعیت ندارد. در این جلسه خبری که در شهری در روسیه در منطقه مرزی با اوکراین برگزار شد، یانوکوویچ همچنین گفت: هیچ کس من را از قدرت برکنار نکرده و مجبور شدم به علت نگرانی هایی که درباره احتمال حمله به من و خانواده‌ام وجود داشت آنجا را ترک کنم. وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران تایید کرد که با پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگوی تلفنی داشته، ولی اضافه کرد از روسیه درخواست کمک نظامی نخواهم کرد، زیرا معتقدم که هیچ عملیات نظامی قابل قبول نیست. تظاهرات ضد دولتی و درگیری با نیروهای امنیتی در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، کماکان ادامه دارد. صدها تن از معترضان که اکثرا دانشجو بودند، روز پنجشنبه به مسدود ساختن بزرگراه‌ها در کاراکاس پرداختند. آنها خواستار آزادی کسانی هستند که در هفته‌های اخیر به دلیل شرکت در اعتراضات خیابانی بازداشت شدند. معترضان می‌گویند ما اینجا هستیم تا نشان دهیم که از پای نمی‌نشینیم.